سخنی که بر تو دارم نسیم صبح گفتم دیگری نمی شناسم تو به برک آشنایی مسلمین شیعیان با شیعیان به خصوص اخوان فخری تبریک بگم. انشاءالله ما در ادعایمون بر پیروی علی علیه السلام و دشمنی با خودمون رو که دشمنی با ولایت میدونیم انشاءالله صادق باشید. رب ادخلنی مدخل صدقا و اخرجنی مخرج صدقا و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. در این عید سعید تقریبا همه مسلمین اون واقعه روز قدیر خم رو قبول داره، تقریبا همه مورخین قبول داره، اون تا ما شیعیان این رو لطف مجدد الهی میخواییم. لطف مجدد گفتم، الهی میخواییم که خواسته است به همه بندگان خبر بده که بیکار ننشینید، در راه مجاهده دلتون با نفس با کوشا باشید. در از اولی که پیغمبر مبعوث شدند، مسلمین اولیه
با توجه به این که می دانستم الموت حقان و با وجود این که می دانستم حتی خود پیغمبر هم رحلت خواهد فرمود ولی خدای محمد هست، با این وجود نگران بودن که با اون عشق و علاقهی که به محمد دارن بعد از وفات او چه خواهند کرد و چه بکنند، و این نگرانی همیشه بود. خداوند چندین بار علائمی داد که این نگرانی رو رفع بشه. یه بار پیغمبر فرمود علی نسبت به من مثل هارون است نسبت به موسی، وزیر حضرت موسی، که از اینجا این مطلب هم فهم استخراج میتوانیم بکنیم که همون جوری که موسی در واقع خودش هارون رو معرفی کرد و از خدا خواست که به او مساعدت کنه، در اینجا هم پیغمبر از خودش از خداوند خواست که علی رو به او ببخشد، یعنی ببخشد که اون علویت علی رو در خدمت چیز قرار بده. اینه که از اول هم آثار بود علی اسمی که گذاشتن براش اسم دیگری بود، پیغمبر فرمود نه اسم ای علی، نام یکی از نامهای خداوند. یعنی خداوند یکی از صفات خودش رو به صورت مجسم برای هدایت من فرستاد. و بارهای دیگه همینجور معلوم